پیوند کوالانسی، پلیمر، گرمای ویژه، ظرفیت گرمایی، قانون شارل و همه اینا جزو مباحثی که دانش آموزای تجربی و ریاضی توی شیمی دبیرستان باهاش سر و کله میزنن. اگه دانش آموز به این مطالب علاقه مند باشه میتونه توی دانشگاه مطالعه همین مطالب رو ادامه بده. رشته شیمی چیزیه که میتونه پاسخ درستی به این علاقه بده. همونطور که میشه پیش بینی کرد، مطالبی که توی دوران دانشگاه تدریس میشه مجاورت زیادی به دروس شیمی دوره دوم دبیرستان داره. البته که هر آنچه از ریاضی و فیزیک قابل لمسه در شیمی هم کاربرد داره. دانشجوی این رشته یه خروار مبحث برای مطالعه داره، از شیمی عالی، شیمی معدنی و شیمی فیزیک گرفته تا تصفیه آب، خوردگی و طیف سنجی. شیمی دارویی، نانوشیمی و بیوتکنولوژی هم جزو دروسیه که باید توی این رشته پشت سر گذاشته بشه. قسمت جذاب این رشته آزمایشگاهشه. دانشجوی رشته شیمی میتونه مطالبی که به صورت تئوری سر کلاس یاد گرفته رو به صورت عملی پیاده سازی کنه و آماده مشارکت توی صحنه بشه. برخلاف بیشتر رشته ها، شیمی فقط دو گرایش اصلی داره و البته بازار شغلی مناسبی هم برای همین دو گرایش در نظر گرفته شده. اگه کسی صرفا به مطالعه شیمی یعنی بررسی ترکیب، ساختار ویژگی های ماده و کنترل آزمایشگاهی علاقه‌مند باشه، با انتخاب گرایش شیمی محض میتونه به کارهای آزمایشگاهی و تحقیق و توسعه علم شیمی مشغول بشه. گرایش دیگه این رشته شیمی کاربردیه که در طی این رشته به استفاده از شیمی در صنعت پرداخته میشه. دانشجوهای این رشته میتونن با توجه به حوزه مورد علاقهشون به تحقیق و توسعه علم شیمی بپردازن. برای مثال در صنایع شیمی دارویی فعالیت کنن یا به تولید دارو و مواد شیمیایی مرتبط و کنترل کیفیت اونا مشغول بشن. طبق اطلاعیه‌های رسمی به صورت کلی ظرفیت رشته شیمی در دانشگاه‌های سراسری روزانه 486 نفره که 132 نفر هم در نوبت دوم قبول میشن. مثل بیشتر رشته‌ها طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی در این رشته حداقل 4 سال یا همون 8 ترمه. پس اگه به این رشته علاقه دارید یا می‌خواید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید، ما همراهتونیم. فقط کافیه به این آدرس برید و اطلاعات تکمیلی رو دریافت کنید.